در نبودی در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب دارم خدمت شما همینانم. آقای امیر درخشان کارگردانی فنی برنامه رو به عهده دارن. ممنون. چند هفته ایست گفتگو داریم میکنیم درباره سیر تحول تطور و دگرگونی در وجنات ادب و فرهنگ ما در دوران قبل از انقلاب و با انقلاب متوقف شدن همه چیز. یعنی واقعا فرهنگ ایران میشه گفت دچار ایست قلبی شد، یه بلکه فلج شد، مصلوب شد، نمیدونم چه اتفاقی رخ داد. ولی به هر حال بعد این چند هفته ای که گفتگو داشتیم با دکتر نوریالا فهمیدم که چقدر دنیای شعر و ادبیات و همینطور چهره های این عرصه چقدر مطبوعتر از عرصه سیاست. آقای دکتر نوریالا درود بر شما. درود بر شما. برمتون حال شما خوبه؟ خسته نباشید. قربون شما. خیلی متشکرم. خب دکتر نوریالا، ما رو گذشته رسیدیم به سیاوش کسرایی و بعد اشاره فرمودید به جمعی از به اصطلاح سرشناسری چهره های به اصطلاح ادبی ما که عضو حزب توده بودند و مشتاق بودند که ایران هم تبدیل به روسیه بکنه، که از اونها سیاوش کسرایی است که اشاره مبسوطی شد در این زمینه به او. بعد میخوام ببینم که آیا احزاب دیگر هم نمایندگانی در کانون داشتن، در کانون نویسندگان، یا همه چیز خلاصه شده بود در حزب توده و تمرکز حزب توده در کانون؟ عرض کنم که همطور که در جلسات قبل گفتم، سه گروه در کانون نویسندگان، یعنی شاید بشه گفت چهار گروه، یه گروهی که هیچ نوع سابقه سیاسی هنوز پیدا نکرده بودند و فقط به لحاظ نویسندگی و شاعری در کانون بودند، اما در دوره اول اصل قضیه با طرفداران آل احمد بود و که تشکل حزبی نداشتند، ولی آل احمد یه محوری بود که همه خودشون رو به او نزدیک میکردند و او در واقع یک شبکه نامرئی رو در سراسر ایران اداره میکرد. یعنی شما در مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، هر کجا که میرفتید میدیدید که یه کسی از کسانی که از آل احمد حرف شنوی دارن در اونجا هستن. و کانون نویسندگان هم همینطور که خدمتون عرض کردم، به هر حال به لحاظ وجود چهره کاریزماتیک آل احمد تشکیل شد. خب پشت آل احمد آخه به کی بود؟ پشت آل احمد به کی بود که اینقدر قدرت داشته، شبکه های نامرئی داشته، حامیانی در سراسر ایران داشته؟ به چی تکیه داشت تو ایران؟ در ابتدا به نظر بنده تکش روی نیروی سوم بود. یعنی او با خلیل ملکی انشاب کرده بود، سالها هم با خلیل ملکی بود و در واقع می شود گفتش که در مقطع آغاز دهه چهل بودش که اینها راهشون از هم جدا شد. خلیل ملکی معتقد به این بود که این حکومت قابل اصلاح هست و اگر که بتواند شاه رو قانع بکنه که دست به اصلاحات اساسی تو مملکت بزنه، ما از بحران ها نجات پیدا میکنیم. در حالی که آل احمد به این اعتقاد نبود و دنبال راهی میگشت. میدونید یه بار یادم خلیل ملکی از هفته یه روز دو روز عصرها تو اون دفتر خودش می نشست و برای کسانی که می آمدن به دیدنش صحبت می کرد. دفترش کجا بود؟ کجا بود دفترش؟ دفترش بالای خیابون سعدی بود توی شاهآباد. و دفتر چه کاری؟ چه وکالت؟ مجله علم و زندگی رو در می آورد و عرض کنم که دفتری هم قبلا گفتم مثل که داشتش، که اونجا عصرها که می شد یه نفر بودش که میومد چای و قهوه درست میکرد و لوبیا پخته میداد و تخت نرد و شطرنج اونجا بود و هر کی دوست داشت میومد میشست اونجا، وقت رو میگذروند، با همدیگه گپ میزدیم و غیره. و بعد دو روز در هفته هم ایشون میومد، یه سالن مجاوری بود، کوچیک بود البته، و در اونجا عرض کنم که صحبت میکرد راجع به مسائل مختلف. یه شب یادمه که میگفت که یادتون باشه همیشه که آسون‌ترین کار دنیا خراب کردنه و سخت‌ترین کار دنیا ساختن و آباد کردنه. و من با این عینک که به گذشته خودم نگاه میکنم، میبینم آل احمد درست توی اون بخش خراب کردن استاد بود و فعال بود،
و در به در دنبال این میگشت که به یه صورتی وضع موجود رو به هم بریزه. و برگشتش به عرض کنم که به سوی مذهب و روحانیت هم علاوه بر این که خب به هر حال آخوندزاده بود و تمایلات اینجوری احتمالا توی روانش رفته بود، اما میدید که این روحانیت میتونه همه چیز رو به هم بریزه. من حتی یادمه که وقتی ایشون رفتش به اون در اون کتاب سفر در به میقات، یعنی سفری در میقات، سفری در میقات که نوشت، در اونجا گفتش که این مراسم حج یک کنفرانس بین المللی اسلامی است و اگر که این کنفرانس بتونه پلیتیزه بشه میتونه حساب غرب و همه چی رو برسه. و در واقع اون میقاتی که میگفتش در واقع این کنفرانس بین المللی اسلامی رو میگفت و خودش رو وقتی رفته بود اونجا در اون اقیانوس بزرگی که وجود داشت، که البته من هم چندین سال بعد به همین سفر رفتم و همین مشاهدات رو اما با عینک دیگری دیدم، که اگر باز فرصت شد راجع به اون هم خدمتون خواهم گفت، ایشون خودش رو در اون اقیانوس یک چیز کوچکی میدید. تصحیح کنم، خسی در میقات. خسی در آفرین. بله. خسی خودش در رو یک خسی میدید در اون میقات. بله درسته، خسی در میقات. بله. بله. عرض کنم که بنابراین او یک ارتباط وسیعی با همه کسانی که عرض کنم که از حزب توده بریده بودند و با خلیل ملکی آمده بودند بیرون داشت، و بعد این اضافه شد به این که خیلی ها یواش یواش از خلیل ملکی بریده بودند و پیوسته بودند به آل احمد. و آل احمد عرض کنم که در این حال با توده ها هم هنوز رابطه خودشو خیلی خراب نکرده بودش. من میدونم که یه ارتباطاتی داشت. در نتیجه نسل جوان که سر کار آمده بود، یعنی ماهایی که آمده بودیم دهه 40 و فعال شده بودیم، او رو بیشتر از بقیه چهره های قدیمی فعال و درگیر بودیم. خیلی علاقمند بود، کار همه رو تعقیب میکرد، خیر همه رو میگرفتش. راجب مثلا فلان مقاله‌ای که آدم نوشته بود یا شعری که گفته بود، عرض کنم که مکاتبات مفصلی با همه داشتش و غیره. برای آی نوری، حالا ببخشید، این دامن این به اصطلاح چسبیدن دامن مذهب توسط آل احمد از سر ارادت به مذهب، بلکه به این علت بوده، اینجوری که من استنباط کردم از حرفهای شما، که او در روحانیت یک قدرت مخرب میدیده که باید بهش آویزان شد برای اینکه بتونه اوضاع رو به هم بریزه. بله اینه؟ صد درصد اینطور بود. ایشون به نظر من هیچ اعتقاد مذهبی نداشت. تا همون شب قبل از اینکه بره به سفر حج هم عرق تگریشو میخورد و ولی اعتقادش این بوده. شما حتی تو دو صفحه آخر کتاب غرب زدگی او میبینید که میگوید که روحانیت قادر است سیلی رو تو این جامعه به راه بیندازد که این سیل تمام کاخهای چیز رو قدرت رو در هم خواهد کوبید و خواهد رفت. این این جملاتیه که در ته کتاب غرب زدگی خودش گفته. درسته، درسته کامل. خب خود قانون وقتی درست شد، میخوام ببینم که مگه هدفش جز این بود. من اونچه که استنباط کردم، علل اصول قانونم برای این پدید آماده که یک جوری در مقابل رژیم بیسته. ندیدم که شما در جای اشاره بکنید به اینکه این قانون ایجاد شد برای اینکه مثلا به خواسته‌های صنفی نویسندگان، روزنامه‌نگاران رسیدگی بکنه یا کارهای از این دست انجام بده. ببینید، این رو هر کسی به نظر من از دید خودش میتونه بیان بکنه. یعنی نیاتی که اشخاص داشتن برای پیوستن به عرض کنم قانون نویسندگان. آل احمد با آمدن توده ای ها از یه طرف و آمدن نیروی سومی ها از طرف دیگه در موقعیتی نبود که بتونه مدعی بشه که قانون نویسندگان مثلا برای براندازی حکومت آمده است. من خاطرم هست که همون شب اولی که به دعوت خواهرم پرتو و عرض کنم که محمد علی سپاندو که اون موقع با هم ازدواج کرده بودند، نویسندگان ایران در خونه اونها جمع شدند و آل احمد و سیمین خانوم هم آمدند،
آل احمد شروع کرد این رو زمزمه کردن رو، یک مرتبه عباس پهلوان با عصبانیت از جاش بلند شد و گفتش که ما اینجا نیومدیم که حکومت رو براندازی کنیم، ما آمدیم بگیم که آقا این سانسوری که در این مملکت هست غیر عقلایی و نادرسته و ما میخواییم که با این سانسور مبارزه کنیم. اگر قرار اینجا عده‌ای باشند که میخوان رژیم رو بر بیاندازند، بگویند به ما که ما هم اکنون از اتاق خارج شیم. که آل احمد گفت نه، حرف شما درسته، ما همچی قصدی نداریم و غیره. یعنی که به هر حال به صورت عیان این مطلب بیان نمیشد. تایی دل خودشو با چی میگذشت؟ یعنی واقعا وقتی کانون رو درست کردید، تایی دلتونا چی میخواستید؟ فکر میکردید از این کانون چه استفاده هایی میشه کرد؟ اهرومی بود علیه حکومت وقت؟ چی بود واقعا تایی دل خودتون؟ ببینید، من از آغاز جوانی خودم شیفته انقلاب مشروطه بودم و فکر میکردم که این انقلاب مشروطه ما رو از اعماق لجن قاجاریه آورده به یه عصر نوین مدرنی. و اما حاکمان کشور ما فقط یک بخش از این اصول مشروطه، قانون اساسی مشروطه رو رعایت میکنن، یعنی مدرن کردن چهره ایران یا زیربنای اقتصادی ایران. نه. اما البته اینا هم باز آموزه هایی بودش که خلیل ملکی روش تأکید میکرد. متوجه. اما متوجه این نبود که مدرن کردن اقتصاد یا عرض کنم که سایر جهات زندگی بدون ایجاد یک طبقه متوسطی که میخواهد در زندگی سیاسی مملکت شراکت داشته باشد محال است و با یه بادی این کاخ فرو خواهد ریخت. بنابراین شعار ما همیشه، یعنی شعار من و دوستان دیگری که با هم بزرگ شده بودیم و پیش میامدیم، این بودش که ما چگونه میتونیم برگردیم به انقلاب مشروطه. اون موقع حتی غافل از این بودیم که انقلاب مشروطه به لحاظ متمم هایی که بر قانون اساسی نوشته شده بود دیگه اون انقلاب مشروطه که ما فکر میکردیم نیست. مثلا کافیه که ببینیم که در متمم قانون اساسی آمده است که 5 روحانی تراز اول یا نماینده های آنها باید مصوبات مجلس شورای ملی رو نگاه بکنن و اگر که با شرع مقدس شیعه اثنی عشری تضاد داره اون رو بذارن کنار، یعنی همون کاری که الان شورای نگهبان حکومت اسلامی داره انجام میده. ما اینا رو نمیدیدیم. ما خود عرض کنم که کسروی رو میخوندیم راجع به انقلاب مشروطه، نوشته های نمیدونم از طالبوف گرفته تا میرزا آقای کرمانی، اینها بودش که برای ما معنی مشروطه رو داشت. در نتیجه اگر که دوستانی که اون موقع ما در سازمان برنامه با هم بودیم به خاطرشون بیاد، من حتی چند بار در خود سازمان برنامه ما یه رئیسی داشتیم به نام باقر نمازی که از همین نمازی های شیراز شما بود. بله. و ایشون معاون سازمان برنامه بود و آدمی بودش که خوشش می آمد از ایجاد بحث‌های سیاسی و چندین بار مثلا ما مدیران سازمان برنامه جمع شده بودیم که من توضیح بدم که چرا ما باید به قانون اساسی مشروطه برگردیم. حتی یک بار این رو تبدیل به یک سمینار وسیعی کردن در سازمان برنامه که رئیس یا کنفرانسی کردن که رئیسش هم همین آقای دکتر اعتماد بودش که بعدن شد رئیس انرژی اتمی. بله بله، اعتماد. که اونم از توده‌ای های سابق بود که آمده بود. اکبر اعتماد. اکبر اعتماد. من یادمه که در اونجا من باز راجع به این که به نظر من ما باید قانون اساسی رو برگردیم بهش، آزادی هایی که دو قانون اساسی است و غیره، که وقتی که کنفرانس برای نهار تعطیل شد دکتر اعتماد منو صدا کرد و رفتیم با همدیگه نهار خوردیم و به من گفتش که آقا تو یه حرفایی داری میزنی که بوی قرمه سبزی میده. من گفتم چه بوی قرمه سبزی؟ طرفداری قانون اساسی مشروطه ای که الان در درس علوم اجتماعی دبیرستان ها داره تدریس میشه، این که حرف بدی نیستش. ایشون گفتش که من بهت گفتم خلاصه مواظب خودت باش. که بعد از انقلاب هم یک بار ایشون رو
در لندن دیدم، گفت من که یادت اون روز بهت گفتم که قضیه جوری دیگه میشه و اینا. منظورم اینه که ما طرفدار قانون اساسی بودیم، به همین دلیل در کانون نویسندگان این فشار ما بودش که گفتیم که ما این کانون نویسندگان رو بر اساس آزادی های مندرج در قانون اساسی مشروطیت تشکیل میدیم. خب سوال بزرگ اینه، چرا همین کانون که به همین قصد ایجاد شده در جهت احراز این اصول قانون اساسی، چرا وقتی بختیار اومد بر سر کار تقریبا تمام اصول رو پیاده کرد اونجا که از دستش برآمد تو سیاب، این دوستان ما که همه روزگاری عضو کانون بودن هوادار مشروطه از او حمایت نکردن، در برابرش ایستادن؟ اولا من ادعا نکردم که همه تو کانون نویسندگان طرفدار انقلاب مشروطه بودن. شما از من پرسید که خودت چی فکر میکردی؟ من و چند تا از دوستانمون این گونه فکر میکردیم. متوجه. ولی من فکر میکنم که یکی از گرفتاری های ما هم همینه که مثلا امروز هی میخوایم مدل انقلاب 57 رو جلومون بذاریم و روی اون کار بکنیم. درست. من فکر میکنم که انقلاب 57 به قول مهندس بازرگان که گفتش که همه ما رو غافلگیر کرد، یه سینی داغ رو دادن تو دست ما و ما نمی‌دونستیم با این سینی چیکار بکنیم، این شرح حال به نظر من همه روشنفکران ایرانه. هیچ کسی خودش رو برای یه انقلاب آماده نکرده بود، اصلا تصور نمی‌کرد که چنین چیزی ممکنه که اتفاق بیفته. و پدیده عرض کنم که خمینی و اینکه یهو این آقا بعد از این همه سال در تبعید قرار گرفتن را بیفته از نجف بیاد بیرون، بعد مثلا آقای دکتر ابراهیمی یزدی بودو بودو از امریکا بلند شه بره دم مرز کویت دست ایشونو بگیره برش داره بیاره به پاریس، به نظر من الان دیگه این قضیه روشنه که مغرب زمینیان به خصوص کارتر پس از اینکه یقین کرده بودند که شاه به علت سرطانی که گرفته مردنی است، به جستجوی یک آلترناتیوی، یه جانشینی برای او برخواسته بودند و به این نتیجه رسیده بودند که در ایران جریان چپ و جریان مجاهدین خیلی قوی میتونن باشن و اگر که با مدیریت غرب این اتفاق صورت نگیره، این جابجایی صورت نگیره، اینها مملکت رو خواهند برد. در نتیجه خمینی رو حالا کی توصیه کرد من نمیدونم، ولی به هر حال این یه حرکت بسیار عجیب غریبی بود که یزدی و نمیدونم قدساده از امریکا بلندشن و بعد نه آقای بنی‌صدر در پاریس بره خونه بگیره و دیگرانی که در اونجا بودن یه مرتبه خمینی رو خمینی کردن و ظهور خمینی برای همه غیر قابل تصور بود، چون تا خمینی در قامت یک آلترناتیو ظاهر نشده بود کسی اصلا باور نمیکرد که ممکنه که اوضاع عوض بشه. همه تصورشون این بود که مثلا شاه تصمیم گرفته که یواش یواش مملکت به مملکت آزادی بده و غیره و حتی حاضر شده که مثلا اجازه نده که اقوام خودش در امور اقتصادی شرکت بکنند و نمیدونم تعقیب میکنه محتکران و غیره و این حرفا رو. تصور این بودش که ما در راه دموکراتیزه کردن ایران داریم حرکت میکنیم، در حالی که اصلا اینطور نبود. شاه از یه طرف روز به روز از لحاظ جسمی و روحی تضعیف میشد، این قرصایی که برای مسئله سرطانش بهش میدادن، خود شهبانو توضیح داده است که اصلا گیجش میکرد شاه رو و اصلا نمیتونست اراده تصمیم گیری نداشتش. و در نتیجه به نظر من کارتر وقتی که سر کار آمد تقریبا سناریوی بردن شاه و آوردن یکی دیگه تکمیل شده بود و کافی بود که اون یکی دیگه رو پیدا کنن که حالا به توصیه انگلیسا کیا بودش که خمینی رو پیدا کردن. بنابراین از نظر من که در تابستان سال 57 عرض میکنم در تابستان سال 57 برای شما تعریف کردم که منو عرض کنم که نادر ابراهیمی و یکی دیگر از دوستانمون از طرف بخش عمده ای از همین کانون نویسندگان رفتیم به دیدن داریوش فروهر و بهش گفتیم که شما در جبهه، چون اون سخنگوی جبهه ملی شده بود، اگر که شما در جبهه ملی
با روحانیت توافق نکنید، ما حاضریم که نشریه جبهه ملی رو ما در بیاریم و عرض کنم که همه توش قلم بزنیم. میخوام بگم که تا اون موقع هم هیچ کس تصور نمیکردش که این روحانیتی که حالا دوم در آورد و عرض کنم که در قیطریه نماز عید فطر میذاره و اینها بتونن که 6 ماه بعد حکومت رو در دست داشته باشن. عرض میکنم خود مهندس بازرگانم اینطور فکر نمیکرد. بنابراین یه سیلی را افتاد که آدم ها باید تصمیم میگرفتن که با این سیل بلن یا جلوی اون بیستن. یه آدمی عرض کنم که تصمیم میگرفتش که جلوش بیسته و خود به خود معلوم، مثل دکتر رحیمی، مصطفی رحیمی کسی بودش که مخالفت کردش با ایجاد حکومت اسلامی. مهدی بهار، محشید امیرشاهی، اینا واقعا کسانی بودن. محشید امیرشاهی به نظر من بعد از اینکه بختیار آمد از ایران بیرون مطرح شد و به عنوان یکی از یاران بختیار در دوران 37 روزه بختیار یا پیش از اون، محشید امیرشاهی هنوز گلوی نبودش که چرا در دوره که بختیار بود که مقاله معروفش در روزنامه آینده منتشر شد، میگم در روز 37 روز بختیار و پس از اون بود. بله بله. و مهدی بهارم نه به هیچ کسی منکره عرض کنم که موضع گیری درست خانم امیرشاهی نمیشه، من اصلا در اون شکی ندارم. بله. ولی میخوام بگم اونها مثلا خانم محشید امیرشاهی هیچ وقت عضو کانون نویسندگان هستن نبودن. ما داریم راجع به کانون نویسندگان صحبت میکنیم. عرض کنم که به نظر من این تصمیم گیری بود که هر کسی در اون لحظه باید تصمیم خودش رو میگرفت که با کدوم طرف باید بره. در مورد توده یا خب روشن بود که حزب توده دستور داده بود. من بسیاری رو میدیدم که با تردید و شک به مسئله نگاه میکردن، ولی چون دستور حزبی بود عرض کنم که اطاعت میکردن ازش. یاران آل احمدم که خب فکر میکردن اون چیزایی که آل احمد گفته داره تحقق پیدا میکنه. یه آدمایی مثل من هم، من اون موقع البته میگم انقلاب که شد در ایران نبودم، در لندن بودم، ولی مثلا یه مقاله اون موقع نوشتم که شاملو که اون موقع در لندن بود و مجله ایران شهر رو در میآورد منتشر کرد و الان یکی از اتهامات منه که برخی از این مدیران تلویزیون ها هم من دیدم که در یه برنامه میگفتش که وقتی ورق برگرده اولین کسی رو که باید محاکمه کنیم نوری الله است، به جرم نوشتن اون مقاله که من در لندن در نشریه‌ای که حتی به دهومه لندنم نمی‌رسید اینو نوشته بودم و هیچ ربطی به جریاناتی که در ایران نمی‌گذشت. من حرفم این بود که آقا خمینی به عنوان رهبر این انقلاب شناخته شده، مردم آمدن تو خیابون و میگن ما خمینی رو می‌خوایم، بنابراین هیچ کسی نمیتونه دیگه در مقابل خمینی بایسته و مقاومت کنه. اما این خمینی میتونه رهبر سیاسی ما باشه، میتونه رهبر سیاسی مذهبی ما باشه. ما باید تلاش بکنیم که این جنبه مذهبی او رو کمرنگ کنیم و بگوییم که ایشون رهبر سیاسی ایرانه، ولی به دلیل اینکه آیت الله نباید حکومت رو مذهبی بکنه و آخوندا رو بیاره توی حکومت. این مثلا طرز فکر من بود. به همین دلیلم وقتی که برگشتم به ایران مدتی رفتم مثلا با آقای مسعود کیمیایی که مسئول تلویزیونش کانال دو شده بود همکاری هم کردم. بله. ولی نظر من این بودش که همیشه در این جور مواقع اون دیوان سالاری تخصصی ایرانی است که در مقابل عرض کنم سیل‌های ویرانکن مقاومت میکنه و عرض کنم که تسلیم نمیشه و رشته امور رو به دست اونها نمیده. کاملا. آقای دکتر نوری‌الله، الان صحبت از مسعود کیمیایی بود، خب همه ما او رو از قیصرش میشناسیم. تا میرسیم به دوره انقلاب، من یادم که برای در اون شبهای انقلاب کیمیایی دیدم با همسرش خانم گیتی در فرودگاه شیراز، خیلی تصادفی دیدم و خیلی من گیتی رو دوست میداشتم، خود کیمیایی رو به همین ترتیب. این اولین دیدار، آخرین دیدار من با آقای کیمیایی بود، تا بعدی که بعدها با هم تلفنی صحبت کردیم. حالا شما اشاره کردید که رفتید به کانال دو و اون شده بود مسئول کانال دو. میخوام ببینم در اون دوران، در دوران شر و شور انقلابی بود، خود کیمیایی چه وضعیت فکری پیدا کرده بود؟
چون کیمیایی اصلا... مذهبی نبود اونجا که ما میدونیم. نه هرگز مذهبی نبود. خب اون چه از نظر فکری به کجا رسیده بود و فکر میکرد چه خواهد شد، چه باید کرد؟ والا کیمیایی هرگز دارای عقیده استوار و خاصی نبود، با موج حرکت میکرد، با موج هم پیش میرفت. عرض کنم که همین مثل این که دیروز یا پریروز بودش که در تالار رودکی سابق بنام. یک جلسه بود بین هنرمندان ایران با آقای حسن روحانی و من دیدم که مثلا آقای دولت آبادی و آقای کیمیایی و آقای داوود رشیدی و علی نصریان و اینها رفتن در اون ردیف اول نشستن و دارن به سخنان رئیس جمهورشون گوش میکنن. من در ذهنم یه فلاشبکی شد که در همون ساختمون و در همونجا مراسم جایزه فستیوال سینمایی تهران انجام میشد و فیلم قیصر کیمیایی برنده جایزه شده بود و شهبانو آمده بود و عرض کنم که جایزه رو داشت به کیمیایی میداد. یعنی کیمیایی همیشه یه آدم موج سواری بودش، با موج حادثه پیش میرفت. حتی میدونیم که در جریان قتل‌های زنجیریه هم آقای سعید امامی یه تزی که داشت این بودش که باید هنرمندان رو وادار بکنن که برای انقلاب فیلم بسازن و در نتیجه چندین نفرشون رو اونجا، یه هتلی بود به نام هتل لاله، یعنی اسمشو کردن لاله، قبلا یادم نیست اسمش چی بود، تو خیابون تخت جمشید، اونجا پایگاه وزارت اطلاعات شده بود و هنرمندان رو دونه دونه اونجا صدا میکردن و بهشون از که همشه نقل و شیرینی میدادن و تشویقشون میکردن که با وزارت اطلاعات همکاری کنن. مثلا بهرام بیضایی رو صدا کرده بودن اونجا و از جمله کیمیایی رو. و حتی یکی از فیلم های کیمیایی در اون دوره فکر میکنم سالار یا همچی اسمی داره، توی تیتراژش اصلا نوشته که تهیه کننده سعید امامی. سلطان. بله بله یعنی بعد مثلا که در جریان خروج خانم گوش، خب ما میدونیم که آقای کیمیایی خیلی دوستی نزدیکی پیدا کرده بودش با آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد بود در زمان خاتمی، بله. به طوری که گویا مثلا شبها دور هم خونه هم دیگه میرفتن و غیره و یه ترتیبی دادن که کیمیایی و گوگوش مثلا بیرون بیان و کیمیایی برگشت. یاد تو باشه تو کجا اومدی؟ وقت ما متاسفانه تمام شد آقای دکتر نوری. الان یاد تو باشه تو کجا اومدیم؟ گفتگو دنبال میکنیم با آقای دکتر اسماعیل نوری الله راجع به فعالیت های سعید امامی و اون روزها. حضرت که دکتر نوریزاده کتابی داره به نظرم فوق‌العاده خواندنی است، خیلی از اسرار اون زمان رو فاش کرده، حتما بگیرید و مطالعه کنید. خداحافظی میکنم با دکتر نوریزاده. میدونم عازم فرودگاهی. بله بله، یکی از دوستانم داره میادش، من باید برم ایشون. بسیار عالی. هوا در منطقه شما سرده؟ هوا سرده، البته دیگه یواش یواش برفا دارن آب میشن، هنوز سرده. فرده. خداحافظ شما آقای نوری علا. حرمت شما زیاد. تشکر. تا دیداری دیگه.